من احتمال من صفر و یک رو دوستان دقت توی این آمپولا میخواییم احتمال صفر و احتمال یک رو بررسی کنیم. اما اگر احتمالش اتفاقی توی یک مسئله صفر شد، اون اتفاقش اتفاق غیر ممکن یعنی اصلا هیچ موقع رو نمیده، پدیده یه که اصلا امکان نداره به وجود بیاد، مثلا مثل پرتاب تاس و ساله شدن عدد دورن. توی تاس هیچ موقع عدد دورن ظاهر نمیشه، چون ظاهر نمیشه یک اتفاق غیر ممکنه. پس چون اتفاق غیر ممکنه احتمالش چنده؟ احتمالش صفر. درست شد؟ بعدی احتمال یک. اگر بچه از من اتفاق احتمالش شد یک، یعنی اون اتفاق صد درصد همیشه رخ میده. پس اون اتفاق آ، این اتفاق آ همیشه صد درصد رخ میده. بگر توی این حالت استفاده بگر آ یک اتفاق قصدیه، یک اتفاق قصدیه یا همیشه یه یا حتمیه. پس ما در واقع احتمال رو توسته حالت فرسی کردیم. اگر احتمال بشه بر صفر، اون اتفاق غیر ممکنه. اگر احتمال بشه یک، اون اتفاق صد درصد قصدیه، همیشه یه، همیشه رخ میده. و اگر بین صفر و یک باشه ممکنه رخ بده. هرچی به سمت صفر شانس کمتر، هرچی به سمت یک بره شانس بیشتر میشه. این کل ماجرای مربوط به بحث احتمال. خب با هم دیگه بریم نکات احتمال رو بررسی بکنیم. خب سوالی هم اگر هست مفهوم شد بفرمایید. بچه‌ها من فقط یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما سالهای قبل هم فضای نمونه همه حالت‌های ممکن، فضای نمونه یعنی هر چیزی که توی اتفاق و آزمایش ممکنه به وجود بیاد. مثلا توی تاس فضای نمونه ایمون میشه 1 2 3 4 5 6، میشه 1 2 3 4 5 6. درست شد؟ خب بریم ادامه شو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب بچه ها یه نکته بگم، بعدش که سوال احتمال رو حل بکنیم و تمام. دقت کن از من، سوالات احتمال رو بررسی بکنیم و بحثمون رو ببریم. آقا توی سوالات احتمال ما تا به الان آزمایشاتی رو بررسی کردیم. سلام ندید به هم دیگه، چرا نه سلام حواست من. ما تا به الان سوالات احتمالی رو بررسی کردیم که احتمال رخ داده یک اتفاق هم می‌پرسیم و ما فقط اون کار رو یک بار انجام بدیم. مثلا یعنی چی؟ مثلا مثل این بومه که من یه دونه تاس رو پرتاب بکنم یا یک بار تاس پرتاب بکنم، خب یه سکه داشته باشم، اتفاقش فضایی نمونهش میشه پشت رو یه دونه تاس داشته باشم، فضایی نمونهش میشه 1 2 3 4 5 6، از 6 دارم میشه. درست شد؟ بچه الان قراره حالاتی آزمایشاتی رو تو سوالتون با هم دیگه بررسی بکنیم که دیگه یه کار نیست، دیگه یه مرحله نیست، دیگه یه دونه تاس نیست، دیگه یه دونه سکه نیست، دو تا سکه است، دو تا تاسه. متوجهی؟ یه سکه و یه تاسه. سوالت اینه که ترکیبی رو قرار بدم میگم. خب حالا دقت کن، نکته مهم داستان رو بگی بعد بریم سوال. بچه‌ها خوب دقت، همه حواستون، هر موقع یک آزمایشی رو دو بار تکرار کرد یا یه آزمایش ترکیبی رو مطرح کرد، دو تا تاس، شما برای دستان رو فضایی نمونه این حالت های کلی هر مرحله رو داخل مرحله بعدی ضرب کنید. پس حالت های کلی هر مرحله رو داخل مرحله بعدی ضرب کنید. چی؟ آقا یه دونه تاس به من چند حالت میده؟ 6 حالت میده. اگر بشه دو تا تاس، این تاس 6 تا، این یکی تاس هم 6 تا. اگر بشه دو تا تاس نگی 12 تا، 12 غلطه. باید گفتم تو هم دیگه ضرب بکنه. پس بچه‌ها من تو این دستم یه دو تاس دارم، تو این دستم یه دو تاس دارم. این دو تا رو با هم پرت می‌کنم. میگم این دستم 6 تا غلط میده، این دستم هم 6 تا غلط میده. با هم پرت کردن حنیفه گفت ضرب بدن میشه. حنیفه گفت همیشه ضرب میشه. 6 6 تا 36. خب بچه یه دونه سکه چند تا به ما حالت میده؟ دو تا. دست من این الان یه دونه سکه از دو تا حالت،
یه دونه خاص هم تو این دستم دارم، این 6 تا دارم، این دوتا میده، این 6 تا میده، با هم پرت کنیم میشه چند تا میشه؟ زیر 2 ضرب در 6 12. حالا فرض کنید ما 3 مرحله کار رو میخوایم انجام بدیم. آقا حالتهای کلی هر مرحله رو تو هم دیگه ضرب کنیم. پس توی همه سوالاتی که داریم در رابطه با احتمال با هم صحبت میکنیم، عزیزان یادشون باشه اگر کار ما چند مرحله بود، باید همیشه حالتهای کلی رو داخل هم دیگه چیکار کرد؟ ضرب کرد. درست شد؟ خب تا الان سوالی اگر هست بفرمید. سوال ندارید؟ چطور من باز میکنم، اگر نکته خاصی مد نظرتون هست لطف کنید مطرح بکنید، اگر هم که نه بریم ادامه درسمون رو با هم دیگه ببینیم داستان از چه قراره. همین میشه سبا اگر یه تاسو دوبار بندازی میگیم دفعه اول 6 تا، دفعه دوم 6 تا، پس همیشه باید تو هم ضربش بکنیم. درست شد سبا؟ همیشه شما باید اینا رو تو هم دیگه ضرب کنیم در حد کلاس نهمتون. حالا انشالله با امید خدا رفتید سال دهم، یه وقتایی میشه که اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم. حالا کی باید جمع بکنیم؟ سال دهم میخونید. گفتم همیشه ما بینا رو باید با هم دیگه ضرب بکنیم. وقتی یه کاری رو دوبار تکرار میکنیم یا دو چند تا کار رو با هم داریم تکرارش میکنیم، اینا همیشه باید تو هم دیگه چی بشه؟ ضرب بشه. خب وقتی یه سه تا فرزند داره، هر فرزند دو تا حالت بهمون میده، پس میشه 2 ضرب در 2 ضرب در. خب حالا بریم جزوهاتون رو بیارید بچه ها، جزوهاتون رو لطفا بیارین. با هم دیگه شروع بکنیم. من تصویر جزوه رو الان همه بچه ها دارن دیگه. بچه تصویر جزوه رو توی کلاسمون باز نمی کنم چون تصویر تابلومون کوچیک میشه. فقط بچه ها زحمت بکشن الان نکاتی که میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم رو کاغذ جزوه رو متن جزوه ببینن. باید بگیرید دیگه، ما الان 3 هفته است ما داریم میگیم بچه بیا جزوه رو خواهم رو بگیرید. خب دقت بچه ها، صفحه 9 رو بیارن لطفا دوستان، صفحه 9 رو بیارن. الان احتمال رو با هم بررسی بکنیم سریع. گوش کن، از ابتدا دارم صفحه احتمال رو میخونم. حواسا رو باید احتمال. الان شما نگاهتون توی جزوه سال 9 همتون، جزوه ریاضیتون رو نگاه بکنم، نمیخواد من ببینید. در سال قبل آموختیم که برای محاسبه احتمال رخ دادن هر پیشامدی از رابطه زیر استفاده میکنیم که میشه تعداد حالات اینجا نشون مطلوب به تعداد حالات کلی یا همه ی حالات ها. اگر مجموعه تمام حالات ممکن را فرضی نمونه بنامیم و با اس نشان دهیم و همچنین مجموعه تمام حالات مطلوب را آ بنامیم، فرمول احتمال این شکلی میشه، میشه پی آ برابر با ان آ به ان اس. نکته برای هر پیش آمده دلخواه آ داریم، آ اگر بین 0 و 1 باشه هر چقدر به سمت 0 میل کنه شانست کمتر میشه، هر چقدر به سمت 1 میل کنه شانست بیشتر میشه. و اینو براش بچه نزده من لطفا این تیکه پایین رو براش همه یادداشت بکنم که پی آ اگر بشه 0 اتفاق غیر ممکنه، پی آ اگر بشه 1 اون اتفاق قطعی و همیشگیه. اینو براش بنویسید. اونا غیبت ها اینا رو با خانم را تمام کنیم. اصلا بچه بس غیبتتون من چه ارتباطی نداره. پرنی صفحه 9 رو گفتم بیا عزیزم، با احتمال شروع شده. پرنی پیدا کردی کدوم صفحه رو گفتم؟ خب نوشتیم بچه ها، بریم ادامه شما هم بررسی کنیم. مثال تاسی رو پرتاب میکنیم. خب من مثال رو پاک کنم از پای تابلو. خوشحال دوستان عزیز من، اما حواست من کسی چیزی ننویسه تایپ نکنه، حواست من باید تابلو رو نکنه. میگه تاسی رو پرتاب میکنه. وقتی میگه تاسی رو پرتاب میکنه یعنی فضای نمونهش میشه انرسه یا برام شده چه برام شده شیش. مطلوب از احتمال هرگز موارد بزید عدد زاشتون منظر سه باشه.
خب بچه ها الان تو شماره یک کجا که گفته مضرب سه زیر مضرب سه بنویسید مطلوب مطلوب. خب حالا آقا چه عددی هستن تو پاس مضرب سه هم بگیم یا خود سه یه دونه هم شیشه سه یکی سه دونه چند تاست؟ دو تاست. این رو حل کنید بچه ها، این سوال کامل حل کنید. من بچه های هم بسه همون قدم بودن هستم مثلا هم بزنم 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 دخترا کسی هست که جزوه نداشته باشه میشه یک رو تایپ کنم؟ چی شد؟ یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، همین؟ پنج نفر بقیه همه دارن؟ فقط امروز بعد از کلاستون تا ساعت هشت شب نه تا ساعت هفت و ربع این طورا من هستم. بیا جزوه رو ببرید. کلاس دارید دارم؟ هفتانه کلاس دارم میشه. اوکی؟ بسه فردا نهید دوباره من بگی جزوه ندارید دارم. ما چند بهتون؟ آقا کلاس فال شما. الان بالا سر کلاس هایی سر مردم؟ نه همه رو فیلیش بگیرم. همه رو بسه بگیرم. خب بچه حواسه خان را درفت علا حواسه من علا حواسه من چطور ببندم درد دلا الان در رو توان که نمیشه رنگی بدید نمیشه روش عکس من خودم تو بزنید دارم علا با خان را درم علا حواسه مذرب سه اتفاق مطلوب من اتفاق مطلوب من از یکیش سه هست یکی شیشه درسته؟ اگر بخوام این رو احتمالش رو حساب بکنم الان میگم پی آ برابر میشه با ان آ به ان اس. بچه ها چند تا حالت مطلوب داریم؟ این یه دونه، اینم یه دونه، میشه دو تا. کلا چند تا حالت داشتیم؟ شیش تا. اگر خواستیم میتونیم در نهایت ساده هم بکنیم، میشه یک سه. سوال دو میگه عدد ظاهر شده اول بشه، الان اتفاق اول میشه مطلوب من. آقا تو تاس اول چه اعدادی میتونه ظاهر بشه؟ بگم دو، سه و پنج. عدد اول تاس ما این سه تاس، پس احتمالش میشه سه ششم که جوابش میشه یک دوم. سوال سه میگه از شیش بزرگتر باشه. ما اصلا همچین چیزی نداریم که یه تاسی بخواد عدد ظاهر شدهش از شیش بزرگتر باشه. از این یک اتفاق غیر ممکنه. و سوال شماره عرض کنم که چهار گفت از هفت کمتر باشه. آقا اگر بخواد از هفت کمتر باشه چند عددی میتونه بیاد از هفت کمتره؟ یک میتونه، دو میتونه، سه میتونه، چهار میتونه، پنج میتونه، شیش هم میتونه. از شیش را انتخاب میتونیم انجام بدیم ما که از هفت کمتر باشه. پس جوابش میشه شیش شیشم برابر خواهد بود با یک. یعنی این یک اتفاق قطعیه و همیشه رخ میده ولی اون یکیه هیچ موقع رخ نمیده. اینو سریع بنویس به سوال بعد. خدا باری کرده بریم سراغ بعدی. خب صفحه بعد رو ببینیم بچه ها. ترمین احتمال سوال دوستان رو جواب بدن. استاد توی سومی میتونیم بنویسیم صفر ششم؟ بله استاد اگر برای صفر بنویسیم غیر ممکن کافیه. هورا جان چون احتمال رو نوعش رو نخواسته باید شما عددش رو بنویسید. نمیدونم نازنین
بریم سوال صفحه بعدی. دوباره میگه تاسی را پرتاب میکنیم، چقدر احتمال دارد؟ بچه تاسی را پرتاب میکنیم مثل سال قبلیه، یعنی فضای نمره ما همچنان 6 تا بازی داره. باز 6 تا حالت داریم، 6 تا حالت. برگشته میگه که عدد روشده زوج باشه. الان زیر کلمه زوج باید بنویسی مطلوب. زوج میشه مطلوبت. آقا توی تاس چند عدد زوج میتونه ساخته شه؟ دو میتونه، چهار میتونه، شش میتونه. چون دو چهار شش میتونه ساخته شه، پس میگیم احتمال ما جوابش میشه سه ششم یا یک دو. سوال دو میگه عدد روشده زوج و از دو بزرگتر، هم زوج باشه یعنی دو چهار و شیش باشه، هم از دو بزرگتر باشه یعنی دو نباشه، یا چهار یا شیش. چند تا حالته؟ دو تا. پس احتمالش میشه دو ششم یا یک سوم. سوال سوم میگه عدد روشده زوج و اول باشه. آقا ما میدونیم تنها عدد اول زوجی که داریم چیه؟ فقط عدد دو. فقط عدد دو یه دونه عدد ها نمیسی دو میشه یک ششم. از سالش هم یه عدد رو شده از سه کوچیکتر باشه، کمتر باشه. با وقتی قرار از سه کمتر باشه خود سه نیست، یک و دو. از سه کمتر سه هم نیست، فقط یک و دو. چند تاست؟ دو تاست. پس پی آ برابر میشه با دو ششم که اگر سوال این جوابش میشه یک سه. این مثال بفهمید بنویسید و اگر عزیزی توی این قسمت سوال داره بفهمید. اینم از سوال شما. سوال نیست، سریع اسکرین ازش بگیر رد شد. بدوباره کرد چطان باز، اگر سوالی هست بفهمید، اگر که نیست من پاک کنم سریع برم. پس یه دقیقه تصویر در اختیارتون باشه، سریع از جواب این سوال ها قرار بگیر اسکرین بگیر دیگه، بعد شما کردی وقت بذارید این را بنویسید. یه اسکرین از این بگیر، بعدش بریم سراغ ادامه ماجرا. از زنی که توی مثال یاد دارم سریع یادش رو برم بگم. خب بریم سراغ سوال بعدی. کسی سوال نداره؟ نداره. ست اشکال خوب کردی. خب بریم ادامه ماجرا. بچه سوال بعدی رو با دقت گوش کنید. سوال بعدی داره در رابطه با یه آزمایش صحبت نمی کنه، در رابطه با دو تا اتفاق رو سوال کنه. میگه اگر تاسی رو دو بار بندازید، گوش کن، دفعه اول میندازید توی دست من چند تالت بگیره؟ شیش تالت. دفعه بعدی هم میندازید توی دست من شیش تالت بگیره. پس اینجا چون دوباره پرت میکنی فضای نمونه ای تو به این شکل باید به دست بیارید. میگی پرتاب اول اینجا پرتاب اول ضرب در پرتاب دوم. دفعه اول تاس بیفته چند حالت بده؟ شیش حالت. دفعه بعدی بیفته چند؟ دو با هم بیفته دوباره بندازی سی و شیش حالت بده. بعد حالا بیم سراغ حالتهای مطلوب. میگه هر دوبار عدد اول بود بشه. سوال یک، الان اول میشه حالت مطلوب من بچه هستم. این برای پرتاب اوله مونه زده، این برای پرتاب دومه. ما توی همه پرتاب دنبال چه اتفاقی هستیم؟ دنبال این که عدد اول ظاهر بشه. ظاهر شدن عدد اول یعنی چیا؟ یعنی دو، سه، پنج. چند تاست؟ سه تاست. چند تاست؟ سه تا. سه سه تا نو تا. احتمالش میشه نو سی و شیشان. خواستی ساده کنسی ایچان مهم است. سوال دو میگه عدد روشده مانند هم باشه. سوال دو مانند هم باشه یعنی شما باید جفت بیارید، شما باید توی حاضر جفت بیارید، یا جفت یک میتونی بیارید، جفت دو میتونی بیارید، جفت سه.
دو چهار، جفت پنج و جفت شیش. اصلا ما چند تا حالت میتونیم داشته باشیم برای جفت آوردن؟ بگیم شما شیش تا حالت میتونیم داشته باشیم برای جفت آوردن. پس میشه شیش، سی و شیش تا. اگر سادش بکنیم میشه یک. سوال سه میگه دو عدد رو شده مضرب سه باشه. خب مضرب سه، مضرب سه. خب پرتاب اول و پرتاب دوم. بچه های عزیز مضرب های سه کیا میتونن ظاهرشن؟ ها میگیم یا خود سه میتونه بیاد یا شیش میتونه. چند تاست؟ دو تاست. اینجا چند تاست؟ دو تاست. دو تا چند تا میشه؟ چهار تا میشه. پس احتمال این انتخاب میشه چهار، سی و شیش. این تا به اینجا. یه دونه دیگه میمونه. این یه دونه دیگه رو کجا بنویسیم؟ خدا رو خوش بیاد. خب من خط بالای بالا رو باید پاک کنم. بعد چون NS6 دبل 6 مون سایز 36 رو هم باید پاک کنم به جزتون، چون که برای سال آخرش جا نده. دوربین چون یه ذره بچرخونم که آخری هم ببینم. بچه کل ما 4 36 رو بینستیم. خب من اینو بالای صفحه درستش بکنم. سال آخر رو بچه کنم. سوال آخر رو ببینید چی پرسید از ما. گفته که بخونید، گفته که مجموع دو عدد هفت بشه. مجموع دو عدد هفت بشه. خب اگر بخواد سوال چهار مجموعش بشه هفت، مجموع بشه هفت، چه عددی هستن که مجموعشون باید میشه هفت؟ بگیم با یک شروع کن، با نظم و ترتیب شروع کن که اشتباه نشه. با از یک شروع کن. یک با کی باید بیاد تا بشه هفت؟ میگن یک باید با شیش بیاد. یک با شیش الان با هم جمع شد. این یک با شیش رو بچرخون، پس میشه شیش و یک. دفعه بعد با دو شروع کنم. میگم دو با کی بیاد؟ دو با پنج بیاد. بچرخون، پنج و دو. بعد از دو با سه شروع میکنم. میگم سه با کی باید بیاد؟ با چهار بیاد. درسته؟ سه با چهار بیاد. سه و چهار به چرخو میشه چهار و سه. همه این پرانتز هایی که اینجا نوشتم الان جمعش میشه هم. پس چند تا پرانتز؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش پرانتز هایی. احتمالش من بالاش نیستم. احتمالش میشه شیش به روی سی و شیش یه سالش بکنم. میشه یک، شیش ما. این از آخرین سال و پایان فصل یک ما. استاد اگر به ما بگن عدد رو شده اول باشه مخرج رو باید هم 36 بذاریم. مبینا ما داریم توی پرتاب دو تا تاس با صحبت می‌کنیم. پس هر حرفی که به ما بزنه توی این سوال فقط صورتت فرق می‌کنه. مخرج تا ابد 36. استاد آخرین سوال رو چرا نباید ضرب کنیم؟ به خاطر اینکه عزیز من شما الان چند تا اتفاق دارید که بخواد برای شما مجموعه هفت رو بسازه؟ اینا تو چی میخواد ضربش بکنید؟ این دوتا با هم مکمل هم دیگه حالت مکتوب تو رو میسازه. درسته؟ ولی تو سوالات قبلی ببین این خودش جواب داشت، این خودش جواب داشت، هم ضرب کرد. ولی الان ما به تنهایی مجموعه هفت رو که نداریم که، از باید این دوتا رو با هم در نظر بگیریم. ضرب نداریم، اینا رو توی پرانتز می‌نویسیم. اینم از سومی مضرب سه دیگه. مضرب سه میشه سه و شیش. دو تاتون هم دوتاست، دو تا میشه چهار تا. تمام شد. مضرب سه فقط داده سه و شیش. خب بریم فصل دو بگیریم. فصل دو رو شروع کنیم با هم. بچه برای فصل الان فصل این همه نکاتش رو حل کرد. دوستان تشریف بیارید فصل دو. توی فصل دو با هم بریم.
خب بچه گل من توی این فصل ما قرار است درس رو هم بررسی بکنیم. درس اولمون در رتبه عدد گویای، درس دوم عدد حقیقی و درس سوم عدد بخش قدر مطلق. ما توی ابتدای فصل یک دیدیم که برای اینکه یه مجموعه رو نمایش بدیم از سه حالت میشد استفاده کرد. از سه روش توصیفی، نمودار هندسی یا نمودار و نهان و زبان قیاس. پس برای اینکه یه مجموعه رو به معرفی بکنی سه تا حالت برای نمایشش وجود داره. خب دوستای گلم دقت بفرمایید، الان مثلا مجموعه آر اینجا تو جزوه نوشته 4, 5, 6, 11 اینا اگر رو به زبان ریاضی بنویسیم میگه ایکس هایی که ایکس عضو n و از 4 شروع شده الی بالا الی آخر، پس میگه ایکس هایی که بزرگتر از آر 4 این میشه زبان ریاضی. اگر رو بهتون نمودار هندسی نشونش بدیم بچه ما نمیتونیم یه دونه منحنی برنش بکشیم چون خیلی خیلی بزرگه، پس من اینجا رو باز میذارم. ببینید اینجا رو باز میذارم که بهت بگم این تهش بسته نیست، بی نهایت عضو میتونه توش قرار بگیره که این عضوها از چند شروع میشن بچه هستی من از عدد 4 شروع میشه تا به بالا، درست شد؟ فقط دقت کن ما توی این مجموعه فقط اعداد چی رو میخوایم دوستان؟ فقط عدد طبیعی رو میخوایم. برای که من بهتشونم توی این مستطیله عدد طبیعی رو میخوام رو عدد طبیعی نقطه میذارم، رو عدد طبیعی نقطه میذارم که باید بگم آقا فقط من توی مستطیله این دایره این نقاط رو میخوام، همه فضای بین مستطیل رو نمیخوام. بعدش اومدیم یه یادآوری هم از عدد گویا بگم. ما عدد گویا معرفی کردیم، گفتیم عدد گویا عدد کسری، مثلا اینا رو فصل یک گفتم عدد گویا رو اگر معرفی چی رو نشون بدیم گفتیم به شکل آ به روی بی های هستن که آ به باید عضو زد و مخرج مخالف سه. این هم یادآوری عدد گویایی که فصل اول خدمت دوستان عرض کرد. این یادآوری بود. حالا میخوام بحثمون رو با هم شروع بکنم. بچه آماده برای فصل دو؟ گوش کن. بریم شروع کنیم. عرض کنم خدمت دوستای عزیزم. بچه ما میدونیم که در واقع اعداد گویا نوعی از اعداد کسری و اشاری رو شامل میشه. پس آقا اعداد گویا دو دسته اعداد رو شامل میشه، یعنی شما با دو ظاهر مختلف میتونی ببینیش. اعداد گویا رو همیشه به شکل کسر دید، همیشه به شکل اشاری بود. به وقتی که میگن کسر هم اعداد طبیعی حسابی صحیح هم کسری هم دیگه مخرج یک رو دید بشه دید، درست شد؟ پس عدد گویا به دو صورت میشه، یا عدد کسری یا عدد اشاری. یا عدد کسری یا عدد اشاری. خب بچه ها اگر کسری ها رو بخواهیم تبدیل به اشاری بکنیم چی کار باید کرد؟ ببینید مثلا یک کسری مثل 3-4 رو اگر بخوام تبدیل به اعشارش بکنم میدونیم باید بیان یا مخرجش رو ضرب در 25 بکنیم که این در واقع بشه 0.25 تا 75 بروی 100 که تو این بریم بهش نشونش بدیم، یا اگر این 25 به ذهنت نمیرسه بلد نیستی نمیدونی تو چی باید ضرب کنی باید به این صورت رو بر مخرج تقسیم کنی، یعنی باید یه 3 رو تقسیم بر 4 رو. خب برای اینکه تقسیم بکنیم جلوش اگر یه 0 بذاریم میشه 3، یه ممیز هم اینجا میذاریم 3 رو تقسیم بر 4 بکنیم میشه 7، 4 تا 28 تا کم کنم
دو صفر بذارم 20 5 4 تا 20 تا بعد تمام. ببینید که با هر دو حالت شما بالاخره تونستید عدد کسری 3 4 رو به صورت عدد اعشاری تبدیل بکنید. خب یه سری از عدد هستن که ما میتونیم خیلی راحت با تقسیم صورت و مخرج اینا رو به شکل عدد اعشاری تبدیل بکنیم، ولی یه سری از اعداد به این شکل نیستن. خب بچه ها این تعریفی که گفتم رو تو جزوه با هم ببینیم. اعداد گویا رو نگاه کن، تعریف جزوه صفحه اول فصل دو رو ببینیم دوستان. میگه اعداد گویا، مجموعه اعداد گویا رو به صورت زیر میتوان نشان داد که گفتیم کیو برابر میشه با آ به روی بی، به طوری که آ و بی عضو زد باشه و بی مخالف صفر. تعریفش هم گفتم هر عدد گویا رو میتونم به صورت عدد اعشاری نوشت با این شرط که حتما مخرجش مضربی از 10 باشه. خب حالا میخوایم بریم سراغ تبدیل کسرها به اعداد اعشاری. حواسا به من، تبدیل کسر به عدد اعشاری. خب ببینم اگر یک کسر رو بخوای تبدیل به عدد اعشاری بکنی چه اتفاقی میفته. اینا رو پاک کنیم. بچه های عزیز، یه عددی هستن مثل 3/4، مثل 2/5، اینا را اگر صورتش رو تقسیم بر مخرجش بکنیم خیلی راحت این اعداد باقی مانده شون صفر میشه. خیلی راحت پس این عدد چه اتفاق برشون میفته؟ باقی مانده شون صفر میشه. یعنی ما میتونیم تشخیص بدیم عدد اعشاری چی میشه. به این دسته از عدد میگن عدد اعشاری مختوم. پس مختوم ها اعدادی هستن که مخدوم، اعدادی هستن که باقی مانده شون صفر بشه. مثلا دیدی تابل قبلی 3/4 یا بچه ها مثل 1/8 اینجا رو نگاه کن. الان تو 1/8 رو نمیدونیم باید تو چیز ضرب کنیم نداره، یه صورت برمه هم تقسیم کن. بگیم یک رو تقسیم بر 8 کن، جلوش یه صفر بذار، یه صفر آبی بذار، اینجا هم یه رقم معینه بذار. دهها اگر تقسیم بر 8 بکنم میشه 1/8 کپ کن، دو جلوش صفر بذار میشه 20. 20 اگر تقسیم بر 8 بکنم میشه 2/8 16. اگر اینا رو از هم کم بکنیم میشه 4، جلوش صفر بذاری میشه 40. از 40 اگر تقسیم بر 8 بشه میشه 5/8 40 تا مساوی میشه با 3. پس عدد 1/8 برابر میشه با 125 هزار. پس من الان تونستم در واقع با کمک کارهایی که انجام دادم عدد کسری 1/8 رو تبدیل به عدد اعشاری بکنم. خب اینو که هیچ جایی میشه. میخوایم بریم سراغ دسته بعدی. خوب گوش کن، مهمه. بچه یه سری از اعداد هستن شماره ایده که من یه سری از اعداد هستن که اگر ما بیان به فرض مثال یک سوم، اگر بیان این یک را تقسیم بر سه بکنیم عدد اعشاری شده است. یعنی یه اتفاق اگر تو یک رو تقسیم بر سه بکنیم یه صفر بذاری، درسته؟ اگر جلوش یه صفر بذاری میشه ده. ده رو تقسیم بر سه کنیم میشه 3/0. نقطه کم کنیم میشه 1. معایز گذاشتی شد 0، گذاشتی شد 10. باز میکنم 10 تقسیم بر 3 کنیم میشه 3/0 نقطه، دوباره میشه 1. 0 بذاریم میشه 10. خب ببین ما هر چقدر تا صبح بشین این کار بکنیم هیچ موقع این تموم نمیشه. مرحله بعدی ببین 10 تقسیم بر 3 بگیم 3/0 نقطه، کم کنیم 1، جلوش صفر بذاریم 10. دوباره میشه مرحله اول، دوباره میشه مرحله اول. ببینید چون تو هر مرحله باقی مانده از صفر بیاد میشه مرحله اول، پس هیچ موقع نداره تموم نمیشه. بهتر بگم هیچ موقع اینجا پایان پیدا نمیکنه، اینجا تا بی‌نهایت کی 3 داره تکرار میشه.
بچه گل من به دست از الان میگن متناوب ساده، متناوب ساده، متناوب یعنی یه سری رقم هایی دارن تکرار میشن. الان چی داره تکرار میشه؟ سه داره تکرار میشه. برای که اینو من نشون بدم می‌نویسم سه، بالاش یه خط تیره میذارم. این خط تیره که بالاش میذارم طرفه رو بهش میگم دوره تناوب. پس عزیزان این خط معنیش یعنی این که هر چی عدد زیر اون خط باشه اون داره تکرار میشه. پس الان شما عدد یک سوم در قالب عدد اعشاری دارید به صورت ممیز یا عدد سه میبینید که برای خلاصه نوشتنش یه دونه سه یه عددی که داره تکرار میشه رو مینویسن. نگاه کن یه دونه عددی که داره تکرار میشه رو مینویسن بالش خط تیره میدن که بهت بگم که این یعنی در واقع دوره تناوب. الان اگر این قیافه رو نگاه بکنیم متوجه میشی که سه داره تا بی نهایت تکرار میشه. درست شد؟ این هم هست. تو این الان ایرادی هست تو این قسمت چیز خاصی البته نگفتم ولی باز اگه سوالی هست دارم. بچه از صفحه دو بیاید در میگه نکاتشو میخونیم. یک هشتا مختومه. بله عزیزم بیاید صفحه دو دوسته گل من بیاید صفحه دو. شماره خط اول میشه شماره دو اعداد اعشاری متناوب ساده، اعداد اعشاری متناوب ساده. بعد اونجا یه مثال نوشته نشته یک سوم. جلوی یک سوم تقسیمه رو بنویسید. پس ابتدای صفحه دوم خط اول نوشته اعداد اعشاری متناوب ساده، یک سوم که نوشته جلوش تقسیمه رو بنویسید. این تقسیمه رو همه یادداشت بکنم. چی چرا؟ چون صورت بر مخرج تقسیم بکنیم بالماندش میشه صفر. این دلیل میشه. سوال مهمه. بپرسید. سوالتون بپرسید وقتی من میام. سوالتون سریع بپرسید. سریع تایپ کن. خب. تا درست سوالتون بپرسید من یه مثال بزنم. نیلوفر خوشبین میشه همین جوری که الان گفتید بنویسید رو دوباره بگید؟ چی همین جوری جوری؟ همین چیزی؟ آها یک تقسیم بر سه رو گفتم تقسیم یک تقسیم بر سه رو بنویس، یک تقسیم بر سه رو گفتم بنویس که میشد سه رو. خب درسته الان میام سوالتو میخوام بزنید جواب بدم. بچه‌ها یه عدد دیگه حواسه من همه حواسه من تایپ نکن. یه عدد دیگه مثلا مثل یک هفتم. میخوام یک هفتم رو ببینم که عدد اعشاریش چی میشه. الان میخوام یک هفتم رو ببینم عدد اعشاریش چی میشه. بچه یک هفتم یعنی چی؟ یعنی یک رو بیا تقسیم بر هفت کن. خب جلوش درش بذاریم و عوضش ممیز بزنیم میشه یک هفتم هفتم کم کن میشه چند؟ میشه سه. جلوش صفر بذاری میشه سی. سی رو تقسیم بر هفت کنید چهار هفت میشه 28. 28 اگر کم بکنی جوابش میشه دو. جلوش صفر بذاری میشه 20. 20 رو تقسیم بر هفت کنی میشه دو. دو هفت میشه 14. کم بکنی میشه 6. جلوش صفر بذاری 60. 60 رو تقسیم بر هفت کنی میشه 8. 8 هفته ها، 5 هفته ها، 6 تا. اگر کم بکنی میشه 40. من این آشه این زیر نیست. 40 مالی مالی. 40 تقسیم بر 7 بکنی میشه 5 تا. 35 تا. اگر ازش کم بکنی میشه 5. جلوی 5 صفر بذاری میشه 50. 50 تقسیم بر 7 بکنی میشه 7 هفته ها، 49 تا. اگر ازش کم بکنی میشه 1. جلوی صفر بذاری میشه 1. بچه یه اتفاق داریم همه حواست اینجا
نه اتفاق داره میفته. اتفاقی که افتاد این عدد دهی که اینجا به وجود اومد، یعنی یکی که جلش سر گذاشتم شده رفت بالا و مقصود مرحله اول رو به ما داد. وقتی که مقصود مرحله اول رو به ما میده نتیجه میگیرم که از اینجا به بعد دوباره افتادیم دور تکرار، یعنی دوباره تمام اعدادی که اینجا ما نوشتیم همشون دارن تکرار میشن. پس بچه ها این تفسیر دوباره خود به مرحله تکرارش دیگه من اینو انجام نمیدم، چون اگر انجام بدم دوباره معدود 1, 4, 2, 8, 5, 7 ظاهر میشه، دوباره اینا ظاهر میشه. خب ما این دست از عدد گفتیم میگیم متناقص، اگر بخوایم این عدد رو خلاصه بنویسیم معینه رو مینویسیم میگیم 1, 4, 2, 8, 5, 7 داره تکرار میشه. پس باید رو کل این تکرارات خط بکشیم. الان به این اعداد میگن اعداد تکراری یا بهش میگن متناوب ساده. متناوب ساده. خب بچه ها متناوب ساده رو یه مثال دومی ازش قرار کردم. مثال اول 1/3 بود، الان اینجا 1/7. برای صفحه دوم جزوه‌تون خط از بالا خط پنجم نگاه کنید، جلوی 1/7 این تقسیمه رو بنویس، جلوی 1/7 این تقسیمه رو بنویس و جلوش این عدد اشاری رو حساب بکن. شروع کن سریع خودم انقدر این مبینه باید ادامه بدید تا به تکرار بخورید، انقدر باید ادامه بدید تا به تکرار بخورید. سوال درستا اگر ممیز 1, 2, 3, 6, 5, 9, 5, 8, 5 این عدد یه عدد گنگه، حتی اگر عدد شما 6 آخرین رقمش باشه مختومه، این تکرار نداره، باید 3 نقطه بذارید ناقص سوال. درسته جان من الان نمیدونم این عددی که شما برای من نوشتی آیا تکرار داره یا تکرار نداره، اگر تکرار داشته باشه باید خط تیره بذارید تو این قالبی که نوشتین، یه عدد فرضی که سوال غلطه هست، اگر همین شکلی فرض باشه این یه عدد مختومه، یه همچین سوالی ممکنه تو امتحانتون بیاد. بله شما برای که بخواید تشخیص بدید گفتم که وقتی جلوی این 10/0 میذاری بعد به مرحله اول نت برسید، نباید اگه خراب بشه دیگه تقسیمتون رو باید با دقت انجام بدید، نباید تقسیمتون اشتباه بکنید. خب بریم سراغ حالت بعدی. پاک کنم اینو، همه متوجه شدید؟ پس بچه ها اعداد متناوب ساده اعدادی هستند که باقی مانده اش صفر نمیشه، هیچ کدوم از باقی مانده های ما صفر نشد و همه چی برمیگرده به مرحله اول، همه چی برگشت به مرحله اول، یعنی تمام ارقامی که اینجا داره تکرار میشه مجدداً از اول همین اتفاق، همه این اتفاق ها و تقسیم ها دوباره از اول هم میفته، ما به اینا میگیم متناوب ساده. خب پس دسته دوم شد متناوب های ساده. من پاک کنم گفتم بچه ها از کجا بفهمیم که اینا تکرار میشن و تموم شدن یا نه؟ از جایی که اگر جلوی صفر بذاری میشه از محصول مرحله اول. خب بریم سراغ ادامه ماجرا، بریم ببینیم داستان از چه رفت. پس دسته دوم بهشون میگن متناوب های ساده. بچه قیافه متناوب ساده توی رو که یه ممیز اینجا قرار میگرفت، یه ممیز اینجا میومد، یه بخش اینجا چجوری بود؟ تکراری بود که ما برای زیباتر شدن نمایش بالای این بخش تکراری یه خط تیره میذاشتیم که بهش میگفتیم چی؟ دوره تمام. سوال هم پرسید میام میگم سوالات رو جواب بدم. بلند شما دسته سوم رو کنم بررسی کنم. بچه اگر مثل یک هشتم رو نگاه، یک ششم رو نگاه کنید،
یه عدد مثل یک شیش هم میخوام نوع تقسیمش رو ببینیم. بگم یک باید تقسیم بر شیش بشه. خب یک اگر تقسیم بر شیش بشه میشه ده ممیز بخوره، ده تقسیم بر شیش میشه یک شیش تا، شیش تا کم بکنه میشه چهار. جلوی چهار اگر صفر قرار بدیم میشه چهل. جلوی چهار اگر صفر قرار بدیم میشه چهل. میشه 6 6 تا 36 تا. اگر دوباره کم بکنم میشه 4 و 0 بذارم میشه 40. تقسیم میکنم میشه 6 6 تا 36 تا. کم کنم میشه 4 و میشه 40. خوب نگاه کن. از یه جای به بعد داری میفتی رو تکرار. ولی به مرحله بعد دیگه به این نمیرسی. به مرحله بعد پیش میرسی. و اینجا اتفاقی که میفته فقط داره چی تکرار میشه؟ فقط داره عدد 6 تکرار میشه. درست شد؟ گوش کن. فقط داره عدد 6 تکرار میشه. پس اینجا بچه ها یک ثابت 6 6 6 6 هی داره تکرار میشه. ما اگر بخوام این عدد رو نمایشش رو خلاصه تر بنویسیم به این صورت میتونیم یادداشت بکنیم که در واقع یه ممیز بذاریم، یک را بنویسیم، شیش هایی که داره تکرار میشه رو یه دونه بنویسیم و بالای شیش ممیز رو قرار بدیم. به این دسته از اعداد میگن متناوب مرکب. به این دسته از اعداد میگن متناوب مرکب. خوب گوش کن. اعداد متناوب مرکب سوال نیست یا فعلا فقط گوش کن بعدش تماشون هر چی خواستی بپرسی بپرسی. فعلا حواست فقط به من و تابلو تو خوشه. اعداد متناوب مرکب اعدادی هستن که شما اگر صورتشون رو بر مخرجشون تقسیم بکنید هیچ موقع با آرمانه صفر نمیشه مثل دسته قبلی. ولی اتفاقی که میفته اینه که بچه ها بعد از ممیز همه اعداد ما تکرار نمیشه. ببینید اینجا یک الان تکرار نشده، فقط شیشه داره تکرار میشه. یه نکته. نکته بعدی بچه وقتی که دارید اینجا تقسیم میکنید، اینجا دارید تقسیم میکنید، هیچ موقع بعد از اینکه جلوی بارمانده از صفر گذاشتید این بارمانده بارمانده اولت نمیشه. یعنی بارمانده شما اگر جلوش صفر بذاری میشه مقسوم مرحله دوم به بعد، میشه مرحله دوم به بعد، دیگه یه راست به مرحله اول نمیرسه. خب به این دسته از اعداد میگن اعداد متناوب مرکب. چجوری قیافش؟ قیافش اینطوریه که یه بخش عدد ثابته، میبینید اینجا یک ثابته، یه بخش عدد ثابته و یه بخش عدد داره تکرار میشه. فرقش با بالا تو چیه؟ متناوب ساده تمام اعدادش تکرار میشد و بلافاصله بعد از ممیز تکرار آغاز میشد، ولی متناوب مرکب اینطوری نیست، بلافاصله بعد از ممیز تکرار شروع نمیشه. به اینا میگم متناوب مرکب. حالا بریم سوالات شما رو ببینیم چی گفتید. درسته چهار در بیاد، من میگم خب ادامهش چهار در میاد، ولی یه و پنج در میاد. نه، ماشین حساب این کار میکنه، فقط براتون این کار میکنه برای اینکه روند بشه. خب سوال چیه؟ خب بله، اون که تأثیری نداره اصلا، فقط قسمت اعشارش مهمه. خب بچه اینا اصلا من پاک کنم، قیافه اینا اینطوری شده، قیافه این اعداد به این شکل تبدیل میشن. الان توی تقسیم عدد کسی که میخوایم بفهمیم متناوب هست یا متناوب هست یا مرکب، همیشه کمتر از یکه؟ نه، یا بزرگتر از یکم میتونه باشه. میتونه بزرگتر از یکم باشه که شما در واقع قسمت صحیح داشته باشید. این از این انقدر باید برید تا به مرحله تقسیم بخورید، تا به مرحله تکرار بخورید. خب این هم قیافه شما بکشم چه شکلیه، بعد بریم بزرگ بچه ها متنم به پای ساده قیافه شو میتونیم ممیز قرار میگیره، یه بخش ثابته
و یه بخش داره تکرار میشه. فرقش با بالا رو میبینید چیه؟ فقط اینجا دو تیکه‌ایه. به اینا میگن متناوب‌های مرکب. خب الان یه روش بهتون میگم که دیگه درگیر ماجراها نشید. خب بچه‌ها بیایید توی جزوه الان مطالب رو، من دوربینم میبندم، لازمش نداریم الان، دوربین خودم بستم، همه حواسا بیاد به جزوه. آقا من دوربین خودم بستم، میگیم حنان جان دوربین رو من بستم، بیایید تو جزوهتون اما حواسا به کاغذتون باشه، جزوه خودتون باشه. خب نکات شما هم بررسی بکنیم. ما دیگه جزوه رو توی کلاسمون فایلش رو نشون نمیدیم به خاطر اینکه شما تصویر تابلو رو بزرگتر ببینید. خب سعی نکات رو با هم بررسی بکنیم. همه حواسه من از صفحه اول اول بیارید، صفحه اول فصل دو رو بیارن همه، صفحه اول فصل دو. خب بچه ها یک تبدیل کسب عدد اشاری، شماره یکیش عدد اشاری متناهی یا مختوم، تعریف شما هم ببینید. اگر در تقسیم صورت و مخرج کسری باقی ماندهش صفر بشه اون کسر رو بهش میگن مختوم. مختوم یعنی رقم های اشاری داره خاتمه یا پایان باشه، مثل 2/5 و 3/20. نکته تستی مهم، اگر در مخرج کسر فقط عامل اول 2/5 باشه آن کسر حتما مختوم است. یعنی چی؟ خب اینجا رو ببینید بچه‌های عزیز. آقا الان ما این سه دسته کسر رو خدمت دوستانمون معرفی کردیم. میخوایم نوع بچه‌ای که گفتن تشخیصش رو مشکل داری، میخوام اینا رو بهتون یاد بدم. خب یه سر با فاصله اینا رو نمی‌رسم. مخدوم اگر شما اومدید مخرج کسرت رو تجزیه کردید، مخرج کسرتون تجزیه کرد، بچه تو مخرجتون فقط یا 2 دیدید یا 5 دیدید یا 2/5 رو با هم دید. پس من چی باید ببینم؟ یا 2 باید ببینم فقط عدد 2 باشه یا فقط عدد 5 باشه یا عدد 2/5 با هم باشه. اینا میشن چی؟ اینا میشن عدد مخدوم. دسته دوم از اعداد که به نام اعداد متناوب نام گذاری کردیم، شماره دوم متناوب پای ساده، اعدادی هم که تو مخرجشون در مخرجشون عدد اول غیر دوم میبینید، عدد اول غیر از 2 یا 5 میبینیم. غیر از 2 یا 5 یعنی چی؟ یعنی مثلا تو مخرجمون، مثلا تو مخرجمون 3 میبینیم، مثلا تو مخرجمون 3 میبینیم، 7 میبینیم، 11 میبینیم، 13 میبینیم و الی آخر. یعنی فقط باید غیر از 2 و 5 باشه. دسته سوم یا آشنا میتونیم بود ممیز بشاری و نمایشش هم اینجوری بود. دسته سوم عددی بودن که بهشون گفتیم متناوب پای مرکب، عددی که در مخرج علاوه بر 2/5 علاقه بر 2/5 عدد اول دیگه هم ببینیم، یعنی بچه کنار 2 و کنار 5
یه عدد اول دیگه هم ببینید. عدد اول دیگری. عدد اول دیگری رو هم ببینید. مثلا مثل 3, 7, 11 و علاوه آخر. به اینا میگن اعداد متناوب مرکب. خب بچه این تصویر در اختیار شما، یه اسکرین از این تابلو بگیرید، یه خلاصه درس بسیار کامل از مبحث تشخیص نوع اعداد عشر. یه اسکرین بگیر ازش. خب بریم سراغ مثال های جزوه. خب بچه عزیز، اینا الان نوع تشخیصشه. فرمیم اینا الان نوع تشخیصشه. شما برای اینکه بخوای تشخیص بدی که عدد اعشاری کدوم یکی از ایناست، کافیه که مخرجش رو تجزیه بکنیم ببینید کدوم یکی از این حالت ها رو شما دارید. خب بچه جزوه رو با هم ببینیم. صفحه اول پایین صفحه نگاه کن، صفحه اول فصل دو پایین صفحه. نکته دستی مهم، اگر در مخرج کسر فقط عامل اول دو پنج باشه، آن کسر حتما مختومه. خب بچه عزیز الان مثال هایی که تو صفحه اول جزوه هست رو نگاه کنن، همه 3, 4, 7, 9, 8, 11, 25, 17, 50, 19, 40 اینا همهشون الان تو مخرج هاشون ما هرچی میبینیم فقط یا دو میبینیم. ببین چجوری دایره کشیدم دورشون، دقت کن، فقط یا دو میبینیم یا پنج میبینیم یا دو پنج میبینیم. خلاصه تو غیر از دو پنج چیز دیگه نمیبینیم. به این میگن در واقع یه عدد مختوم، چون تو مخرجش فقط دو پنج وجود داره. بعدی رو نگاه کن، آخرین مثال رو فقط دقت بکنید. 25, 26, 65. بچه ها 26, 65 اول باید ساده شد. 26 پس میبره 65. خب آقا اول سادهش میکنم، 26 میشه دور 13 تا، 65 میشه 5 تا 13 تا. این 13 بالا بکنیم، اگر ساده بکنیم کسر 26, 65 میشه 25. تو مخرجش فقط داری چی میبینیم؟ فقط داری 5 میبینیم. پس چون که تو مخرجش فقط 5 میبینم، این در واقع میشه چی؟ میشه 1 عدد مختوم. پس آقا اگر قرار بود نوع عدد رو تشخیص بدی، دیگه نیازی نیستش که 2 ساعت بیاد تقسیم بکنی ببینی چی به چیه. همینقدر که شما ببینید تو مخرجه چه عاملی وجود داره، فقط دو باید بود مختوم، غیر دو باید یاد رفت دیگه بود مترابع ساله، علاوه بر 2 و 5 یادت دیگه بود میشه متناوب مرکب. خیلی راحت میتونی اون عدد رو تشخیص بدی. باید همیشه رو ساده بکنی. چرا فقط آخری رو ساده کردی؟ آقا به خاطر اینکه قبلی اصلا ساده نمیشد. اگر امکان ساده کردن بود باید اول از همه ساده بکنی، بعد هم به تجزیه بکنی. همه رو باید ساده کرد، ولی مثال قبلی دیگه ساده نمیشد که من این کار نکردم، درسته؟ خب بیا بریم صفحه بعدی. بچه سوال ندارید تو این تابلو؟ بریم صفحه بعد. صفحه بعد جزوه رو بیاریم. عدد متناوب ساده رو گفتیم. فقط نکتهش یه بار دیگه بگم، در مخرج کسر متناوب ساده عامل 2.5 وجود ندارد و عدد اول دیگری به جز 2.5 وجود دارد. مثالش 7, 11 و 1/7 بود که دیدینش. شماره 3 رو نگاه کن، شماره 3 رو نگاه کن. عدد اعشاری متناوب مرکب 8 رو تجزیه کن. پرنیان 8 رو تجزیه کن عزیز من. 8 اگر تجزیه بشه با یه 9/8 میشه، مخرجت 8.
حالا تو این مخرج فقط دو میبینی، حالا پنج نیست، فقط دو که هست. نه نه هیچ ایرادی نداره آزید، فقط تو تجزیه کن ببین چی توش میبینی. حالا با چه روشی تجزیه کن، اصلا اینا رو هیچ کدومش رو ننید، ذهنی تجزیه کن. بازم درسته، برای من مهمه از چه روشی به تجزیه میرسی، فقط برای من عاملی که توش میبینی مهمه که دو پنج رو میبینی یا نه. بچه وقتی که میگیم دو یا پنج، میگه که فقط میتونه دو تنها بیاد، فقط میتونه پنج تنها بیاد، یا اینکه میتونه دو پنج با هم بیاد. دقت کردی چی شد؟ میتونه با هم حتی بیاد. خب شماره 3، متناوب های مرکب این نوع از اعداد از تقسیم صورت بر مخرج کسره حاصل میشه. تو این تقسیم هم علاوه بر دو پنج عدد اول دیگه باشه، حالا یا غیر دو تنها به چیز دیگه بیاد، یا علاوه بر پنج تنها به چیز دیگه بیاد، یا علاوه بر دو پنج تنها به چیز دیگه بیاد. خلاصه غیر از این و این شما یه عدد دیگه ببینی، به اینا میگن متناوب مرکب. یا باشن اینطوری بود که قیافه شما هم ببینیم یه بار دیگه، من شکل شوهرتون بکشم بچه ها، که دیدیم که کل اینا تو در بحث تقسیم تکرار نمی شدن. اینجا رو ببینید بچه ها تقسیماتش نشونتون دادم دیگه، متناوب مرکب ممیز می اومد، یه بخش چی بود؟ ثابت بود، یه بخش تکراری بود. تکراری بود که تو فقط بالا سر این تکراری خط تیره رو می‌ذاشتی، نه بالا سر کل داستان. خب اینم از این. الان ما اینا رو الان یاد گرفتیم که دیگه بگیم نیازی نیست صورت رو بر مخرج تقسیم بکنیم، میتونیم به جای اون داستان‌های سخت الان فقط مخرج رو تجزیه بکنیم ببینیم چی به چیه. پس در واقع این روش سریع‌تر تشخیص اعداد اعشاریه. درست شد النا؟ بریم ادامه داستان. خب ببین عزیز من، الان سه تا مثال من برای متناوب مرکب نوشتم. همه صفحه 2 رو نگاه کنم. 5 6 19 22 2 15. بچه ها الان مخرجمون چیشه؟ تجزیهش بکنید میشه 2 3 تا. 22 رو تجزیه کنید میشه 2 11 تا. 15 رو تجزیه کنید میشه 3 5 تا. عزیزان غیر از عوامل 2 یا 5 یه عدد اول دیگه دارید میبینید تو سوال که من دورش دایره کشیدم. دقت کردید چی شد؟ علاوه بر 2 یا 5 یه عدد اول دیگه دارید میبینید که من دورش دایره کشیدم. تو 5 6 عدد اول دیگه که میبینید چنده؟ 3. تو بعدی عدد اولی که میبینی 11. تو بعدی عدد اولی که میبینی 3. پس اینا عددی هستن که در واقع باعث میشه تا نوع عدد من بشه یه عدد متناوب مرکب. یه مثال با هم بریم ببینیم. مثال زیرش رو دقت کن بچه‌ی عزیزم.